سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی همزیستی مسالمت آمیز برای همه با هدف کاهش تنش در جوامع جهانی بیانیه‌ای صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه ویوز رسیده است آمده در حالی که اکثر کشورهای جهان شاهد تنشهای گوناگون هستند سازمان ملل متحد شانزده ماه می مي میلادی را روز جهانی همزیستی مسالمت‌آمیز برای همه نامیده است مسلمان آزاد افزود این روز با هدف نشر فرهنگ زندگی مسالمت‌آمیز در بین ملت‌های دارای ادیان یا نژاد یا مذاهب متنوع به تمام دنیا معرفی شده است این بیانیه ادامه داد حکومت ها و قدرت های بزرگ بر تنش ها و بحران های انسانی اقتصادی و فکری موجود آگاهی دارند تنش هایی که در آینده عواقبی غیرقابل کنترل از قبیل استرس بین افراد جامعه تهدید زندگی میلیون ها غیر نظامی ضربات جبران ناپذیر به کانون خانواده ها و مشکلاتی از این دست را در پی خواهد داشت. سازمان جهانی مسلمان آزاده در ادامه بیانیه خود از سران حکومت ها و خدرت های جهانی خواست تا برای قوانین و مقررات صلح سازمان ملل احترام قائل باشند و ضمن ایجاد امنیت جانی اجتماعی و اقتصادی برای ملت های خود و دیگر ملت ها در راه نشر و فرهنگ گفتگو و احترام متقابل تلاش کنند این سازمان حقوق بشری ضمن اشاره به اوضاع کنونی در منطقه خاورمیانه افزود ما خواهان توقف فوری جنگ در کشورهای سوریه، یمن، لیبی و نیز حل مشکلات اخیر پیش آمده در کشور فلسطین بوده و هستیم و خواستار آنیم که این تناشهای خوشونت آمیز با رایزنی و گفتگو حل و شود سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده همچنین در پایان بیانیه خود از مقامات کشورهای منطقه خاورمیانه خواست با آزاد کردن زندانیان سیاسی و توقف قلع و قمع معترضان ارمغان آورنده صلح و دوستی برای ملت‌های مظلوم و مستضعف خود باشد.